با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت تک تک شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی متشکرم که با ما هستین و با نظرها و پیشنهاداتون و البته انتقاداتون ما رو یاری میکنین. میگم آقا هر چی ما میگیم بعضیا میگن چرا دروغ میگی؟ چرا بدون سند حرف میزنی؟ مثلا تو برنامه دیروز گفتیم خبرگزاری ها و رسانه های آمریکا از اینکه انقدر راحت سپاه به FBI و سازمان مخفی آمریکا نفوذ کرده حیرت زده و خشمگین شدن و پشت بندش در همین رابطه یه گزارش هم از یکی از شبکه‌های آمریکایی پخش کردیم. بعد یه عده که خیلی در مقابل فهمیدن مقاومت نشون میدن حمله کردن به قسمت کامنتا که چرا بدون سند حرف میزنید و سپاه اصلا جاسوس نداره تو آمریکا و از این حرفا. باشه داداش، شما قوید، شما اصلا قدرتمند، فقط یکم هم سعی کنید از مقاومتتون در مقابل فهم حقایق بکاهید. البته اینا تأثیر زیادی نشستن پای شبکه‌های اینترنشنال و منوتو و بی بی سیه. این رسانه‌ها یه طوری خیلی نرم افکار و عقایدشون رو به این جماعت تحمیل کردن که اگه بهشون بگن زمین تخته و تو این چند سال دانشمندا اشتباه می‌کردن همونو باور می‌کنن. یعنی این جماعت در همین حد تباه هستن. امثال بی بی سی و اینترنشنال و رادیو فردا به افغانستانی‌ها میگن ایرانی ها افغانی های داخل ایران رو اذیت کردن. بعد به ایرانی ها میگن افغانی ها دختر ایرانی رو کشتن. اونجا چند نفر به کنسولگری ایران حمله میکنن و ما هم به اونا فوش میدیم. سران این شبکه ها هم به ما پوزخند میزنن. تصاویر گاهی واقعی هستن. من فکر نمی کنم اینجا ایران باشه. اونجا کابله. نه میدون آزادی، نه ایران. گاهی ساختگی. از تکنیک تقطیع و تحریف و برجسته سازی یک سری وقایع یک موضوعی رو مطرح میکنن که اصلا خلاف واقع هست. تصاویری که این روزها هدفمند در فضای مجازی در حال انتشار است. این دیگه داغ‌ترینشه دیگه. دیروز ببینید خبری بود که مربوط بر این که سرقت یک دختر خانم 14 ساله در استان یزد و کشته شدن این توسط افغان‌ها که همکاران بنده روز گذشته خب اعتراضی انجام شد. دختر خانم کاملا در صحت سلامت هستش. شما عکس خودتو دیدی دختر خانم تو فضای مجازی؟ ندیدی؟ این کلیپ مربوط به سال 2019 کشور پاکستان هست. وقتی آبربان که شده دستگاه مسدود میکنه نگه میداره، خود ایشون میاد مانیتور رو باز میکنه و آبربان کشو بر میداره. حالا اومدن دوباره این رو معاند اومده این رو منتشر کرده مبنی بر این که این فرد تخریب ATM ها و دستگاه های آبربانک توسط افغانی ها در داخل تهران. این کلیپ دقیقا مربوط به نوروز، روز دوم نوروز 1401 است. خب افغان های عزیزمون در کشورمون یک رسم رسوماتی دارن که در روز دوم یا سوم نوروز در میدان آزادی جمع میشن، جشن میگیرن. اما کلیپی که الان داره منتشر میشه یک سری تصاویر مربوط به اینه که تجمع اعتراض آمیز افغان ها در میدان آزادی. این کلیپ رو ببینید، دقیقا مال زمانیه که اون درگیری داخلی، جنگ داخلی بین حکومت افغان و طالبان اتفاق افتاد و بر اساس اون جنگ هم سیلی از مهاجرین افغانی به کشور ما سرازیر شدن. حالا باز هم این رو الان جدیداً منتشر کردن که حمله نیروهای افغان به داخل خاک ایران و باز هم این رو به زمان حال منتشر کردن. بعضی از کلیپ ها هم بعضی از درگیری ها هم وجود داشت، ولی بیشتر اینها مال زمان حال نیست. اینها همه رو جمع‌آوری کردن و در این زمان که بدترین زمان ممکن میتونه برای دو کشور باشه دارن منتشر میکنن. موج سواری رسانه های بیگانه در انتشار دوباره این گونه تصاویر در فضای مجازی یک هدف را دنبال میکنند: اختلاف افغانی میان کشور ایران و افغانستان، یا به اصطلاحی از آب گلالود ماهی گرفتن است. من از کسایی که شبکه هایی مثل بی بی سی و اینترنشنال و امثال هم رو دنبال میکنن یه سوال خیلی ساده میپرسم: بودجه این شبکه ها از کجا تأمین میشه؟ فکر نمی کنم سوال خیلی سختی باشه. آیا این شبکه ها خودشون ساختار درآمدزایی دارن؟ بذارید ساده تر براتون توضیح بدم. آیا این شبکه ها هرگز پیام بازرگانی پخش میکنند؟ اگه میکنن، این درآمد چه مقدار از هزینه های این شبکه ها رو پوشش میده؟ فکر نمی کنم جواب دادن به این سوالات خیلی دشوار باشه. بودجه این شبکه ها اصلا وابسته به تبلیغات نیست و از جای دیگه تامین میشه. برای مثال بی بی سی فارسی یه تبلیغات خیلی خیلی محدود از طریق گوگل ادسنس روی وبسایت خودش داره و یه درآمد خیلی ناچیزی در برابر هزینه هایی که داره از تبلیغات یوتیوب هم داره. پس بقیه هزینه هاش رو چطوری تامین میکنه؟ اینترنشنال هم که همون تبلیغات محدود رو هم نداره و تعارف رو کلا گذاشته کنار.
حالا فقط میخوام بدونم چرا وزارت خارجه انگلیس باید از جیب مالیات دهندگان بریتانیایی بودجه یک شبکه اونم به زبان فارسی رو تأمین کنه؟ چرا عربستان سعودی که خودش دست بلندی در نقض حقوق بشر داره باید به زبان فارسی یه شبکه تأسیس کنه و با حقوقهای نجومی سعی کنه حتی از داخل خود ایران مجری استخدام کنه؟ آیا واقعا دل این کشورها به حال مردم ایران سوخته که بخوان برای جریان آزادی اطلاعات تو ایران از جیب خودشون هزینه کنن؟ یا یعنی اینکه میخوان تو جریان آزاد اطلاعات و اخبار دست ببرن؟ اگر عربستان به حقوق بشر و جریان آزاد اطلاعات اهمیت میده، چرا برای مردم خودش یه رسانه آزاد نمیزنه؟ چرا مرحوم خاشقچی رو اینطوری از هستی نیست و نابود کردن پس؟ ببینید دوستان مخالف عزیز، ما ایرانیا یه ضرب المثل معروف داریم که میگیم هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. کار این رسانه ها به عنوان یک رسانه وابسته اینه که روایت های کشورهای مطبوعشون رو از اتفاقاتی که میفته ارائه بدن. یه مثال بزنم براتون. فقط دقت کنین که توی این مثال من نمیخوام که هیچ کدوم از این کارا رو رد یا تایید یا تحسین کنم، فقط به عنوان یه ناظر بی‌طرف چیزی رو که دیدم روایت میکنم. وقتی بنزین تو ایران گرون شد، همه این رسانه ها از اعتراضات مردم حمایت کردند و این رو هم حق مردم دونستند و دلیل افزایش قیمت رو پافشاری جمهوری اسلامی بر عقایدش ذکر کردند که باعث شده اقتصاد ضعیف بشه و هر روز کارشناس می آوردن که جمهوری اسلامی باید سیاست موشکی خودش رو عوض کنه تا وضعیت ایران خوب بشه. از اون طرف اگه توی آمریکا بنزین از گالونی 2 دلار و 40 سنت تو سال 2020 به گالونی 5 دلار و تو کالیفرنیا حتی تا 7 یا 8 دلار برسه، میشه بهایی که آمریکایی‌ها برای آزادی باید بدن و از بی‌عرضگی حکومت آمریکایی نیست. از دیدگاه این رسانه‌ها اصلاً تورم بی سابقه تو آمریکا در قیمت بنزین تاثیرگذار نبوده و مردم باید برای ادب کردن روسیه با خریدن بنزین چند برابری از خودشون از خودگذشتگی نشون بدن و هیچ اعتراضی هم نباید بکنن. یعنی اون دلارای بدون پشتوانه‌ای که به طور بی سابقه دولت آمریکا چاپ کرده هیچ نقشی تو گرونه‌ها نداشته و همش هم تقصیر تحریم‌های روسیه است. می‌بینید اتفاق مشابه بود، ولی واکنش‌ها و روایت‌های این رسانه‌های وابسته کاملاً متفاوت. بگذاریم آقا، دلم پر بود از سادگی بعضی از هموطنامون، گفتم با شما هم در میونش بذارم. وقتی شروع به ضبط کار کردم فکر نمی کردم از یک کامنت ساده به اینجا برسم. خب، فرمانده نیروی زمینی سپاه در سخنرانی در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی آمریکا و اسرائیل رو به ضربات سنگین تهدید کرد و گفت اگه همه سران آمریکا هم کشته بشن، انتقام خون سردار سلیمانی گرفته نخواهد شد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز چهارشنبه 24 فروردین در حاشیه مراسمی برای ادای احترام به سردار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی برونمرزی سپاه با اشاره به شهید شدن او در حمله پهپادی آمریکا گفت جمهوری اسلامی باید با شیوه های دیگر انتقام خون او را بگیرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه در سخنان امروز خود گفت که ایران بعد از شهید شدن سردار سلیمانی ضربات بسیار سنگین و البته کوبنده‌ای به اسرائیل و آمریکا وارد کرده است. سردار پاکپور با بیان اینکه بعد از شهادت حاج قاسم کشور ما به مرز خاصی از بازدارندگی رسیده است تصریح کرد امروز دشمنان دیگه توان و قدرت اون را ندارند که اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدهند. وی با اشاره به اینکه امروز یک معادله تعریف شده است ادامه داد دشمن این معادله را درک کرده است و به خوبی می‌داند که اگر این معادله رعایت نشود حتما ضربه سنگینی خواهد خورد. گزارش شده در مذاکرات احیای برجام دولت ایران بر خروج سپاه از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط پافشاری کرده، اما آمریکا میگه خارج کردن سپاه مشروط به تعهد علنی ایران برای مختومه کردن پرونده انتقامگیری خون سردار سلیمانی است. با این حال وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از دو منبع مطلع آمریکایی و یک مقام رسمی اسرائیلی خبر داده که جمهوری اسلامی ایران شرط آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی رو نپذیرفته. بشنویم روایت سردار کاجی از همرزمان حاج قاسم رو در مورد توصیه‌ای که ایشون به شهید فخری‌زاده داشتند.
حاج قاسم به شهید فخری زاده اجازه نداد برای زیارت به عراق برود و گفت مثل من زیاد است اما شما جایگزین ندارید. ریختن سر یک الله اکبر. بعد میگفت من اینطوری دارم میبینم و گریه میکنم. و یه نکته بگم که این برای همه باشه که اون مکتب سیدالشهدا است، اون امام حسین، اون عنایت فیش است. این آدم نخبه بن بزرگی میگفت که دیدم به دور از محافظ و این حرف و وسط عزاداری اون هیئتی که از جوونی میرفت تو تا آخر عمرش رفت، هیئت ها دیروز عاشورا دستی عزاداری میزنن، یه چه چرخی هست میذارن وسط مدح میخونه روزه خونه. بله بله. میگه تو اون لحظه یک من مثلا دیدم همه اینا داره اون چرخ اون وسط هول میده و حرفمو آخر بزنم برم. انقدر بیقرار کربلا بود. یک بار به حاج قاسم گفته بود همه بیننده ها گوش کنن، یک بار به حاج قاسم گفته بود امکانش هست تو عراق انقدر نفوذ داری من حرم امام حسین نرفتم برم بیام. حاج قاسم بهش گفته بود که محال نیست ولی من موافق نیستم، چون که اگر من میرم اون ولی من شهید بشم معادل من هستن که بیان، ولی تو ولی معادل نداری. لزوم اون وقت انقدر بیقرار بود، آخر کاری خواسته بود گفته بود بس من تا مرز برم که نزدیک باشم به نزدیک سیدالشهدا باشم و اونجا یه سلام بدم. چند روز پیش توی برنامه گفتیم که روزنامه وال استریت جورنال تو گزارشی قابل تأمل نوشته مهمترین تجربه‌ای که تهران میتونه با مسکو به اشتراک بذاره تخصص در دور زدن تحریم‌های غرب هست. طبق گزارش‌ها ایران در حال گفتگو با کرملین در مورد همکاری با یکدیگر برای دور زدن محدودیت‌هایی هستند که هر دو با آن روبرو هستند. حالا همین انگار آب ریخته تو سوراخ مورچه‌ها. Sanctions have been one of the West's biggest weapons to punish Russia for invading Ukraine, but there's concern that Iran could teach the Kremlin how to dodge those sanctions and ease the economic pain. Some Iran experts wrote an opinion piece for the Wall Street Journal, and in it they warned that Iran's sanctions evasion techniques are sophisticated and sweeping, and that Tehran could teach Moscow how to replicate this illicit financial architecture or serve as the Kremlin's broker, taking a cut of the covert trade that it facilitates on Russia's behalf. Mark Dubowitz is a co-author of the piece, the CEO of the Foundation for Defense of Democracies, a think tank that has advocated for tougher sanctions on Iran. Mark, good to have you tonight. I guess, what do you think Iran, after all this time, could possibly offer? Well, Carl, the regime in Iran is really a world champion after many years in evading sanctions and engaging in money laundering. So they've set up this clandestine sanctions-busting money laundering architecture, and they have a system that they can make available to their close ally, Vladimir Putin, who, as you know, is under punishing sanctions because of his invasion of Ukraine. So the Iranians are standing by to have this architecture available to Putin so he can move tens of billions of dollars and circumvent US and Western sanctions. خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این ویدیو با سرخط همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین، چون اینجوری ویدیوهای بعدی ما رو از دست نمیدین و البته که از ما حمایت میکنین. خیلی ازتون ممنونم. تا یه ویدیوی دیگه در پناه هفت.